سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحثمون و یه سری مثال دیگه با هم دیگه حل کنیم. این درس جلسه قبلمون اینو پاک کنم. خب بریم یه چیزی رو با هم ببینیم. دنبال بینیم این چی داریم. خب فرست نیم رو داریم، لست نیم هم داریم. اوکی. چند نفر؟ 19000 نفر. سوال اینه که میخوام ببینم که مثلا چند نفر رو دارم که حرف اول اسمشون با A شروع میشه، چند نفر با B شروع میشه و تا الاخر. میخوام ببینم تک تک حروف الف ها چند بار به صورت دقیقا تو کلمه حرف اوله، مثلا A تو چند تا اسم حرف اول بوده. اینو چجوری میتونیم پیدا بکنیم؟ مرحله اول کارمون اینه که حرف اول فرست نیم رو بکشیم بیرون. من چجوری این کیو بکشم بیرون یا تیو بکشم بیرون؟ برای اینکه شما میخواد از یه استرینگ دقیقا یه تعداد کاراکتر رو بکشید بیرون، از دستور لفت استفاده میکنید. اینجا نگاه کنید، می نویسم لفت، اون اسم اون استرینگ رو می نویسم. اینجا چی اسمش؟ فرست نیم. خب بعد مشخص میکنم چند کاراکتر، مثلا من میخوام دو کاراکتر اولش بیارم بیرون. اینو تا اینجاشو ببینیم، نگاه کنید ایناش. من میخوام حرف اول رو فقط داشته باشم، پس اینو میذارم یک. این حروف اول اسمای کوچیکه، اسمش هم اسم براش بذاریم اینیشیال. خب حالا باید بریم چیکار کنیم؟ اینا رو بشماریم. جلسه قبل راجع به صحبت کردیم چجوری میشمردیم. برای شمردن اول شما باید یه گروه بای بنویسید. آیا من گروه بای میتونم بر اساس این بنویسم؟ نه، یادتون باشه سلکت بعد از گروه بای بود. پس بعد چیکار کنم؟ همین رو بنویسم اینجا. بعد میام اینجا اینا ببینم خط بعدی، یه کانت اینجا اضافه میکنم. حالا کانت آف اینیشیال اینو اجرا میکنم به این صورت شد. خب بذار بگم بر اساس حروف الف با مرتب بکنه. اوردر بای. حالا یه سال من میتونم اینجا از این استفاده کنم؟ بریم ببینیم. میتونم. چرا میتونم؟ چون سلکت قبل از اوردر بای اجرا میشه. سلکت 5، اوردر بای 6. پس اینجا مجازم که از این در حقیقت الیاس استفاده بکنم. الان بحث حروف الف مرتب شد. حالا شاید بخواید بر اساس تعداد مرتب بشه. اون وقت چیکار میکنید؟ اون وقت باید اینو بیارید اینجا. میخوام به صورت سعودی باشه، نزولی باشه، ببینم کدوم بیشتر تکرار شده. کیو دو بار تکرار شده، از همه بیشتر جیه، بعد ایه. به این صورت شما میتونید این کار بکنید. پس با دستور لفت شما میتونید یه تعداد کاراکتر رو از یک استرینگ بکشید بیرون. دستور رایت هم داریم، بریم ببینیم با هم دیگه. هم لفت. اوکی. حالا اگه بهتون بگن من 5 تای اولو میخوام، 10 تای اولو میخوام، 3 تای اولو میخوام، اینا رو چجوری در بیاریم؟ اگه خواستید یه تعداد ردیف رو فیلتر بکنید، مثلا چند تای اول رو از دستور تاپ استفاده میکنم. مثلا میگم 5 تای اولو میخوام. یا کنید 5 تا اول نگه داشت. پس اگه خواستید تعدادی از ردیف ها رو فیلتر کنید با دستور تاپ. بریم سراغ مثال بعدی.
میخوام ببینم که این تاپو بردارم. فقط اونایی رو میخوام ببینم که تعداد تکرارشون کمتر از 300 تاه. تعداد تکرارشون کمتر از 300 تاه. آیا با دستور ور میشه نوشت؟ بریم با هم ببینیم. ور، خب ور قبل سلکت یا بعد سلکت؟ ور قبل سلکت. پس بعد اینو بنویسم اینجا. نمیتونم الیاس استفاده کنم. میگم ور کوچیکتر از 300. ببینیم اجرا میشه. اجرا نشد. با این نمیتونید. با چی باید این کار انجام بدید؟ خودش پیشنهاد داده. با چی؟ با هاوینگ. باز با هاوینگ استفاده کنم. هاوینگ هم قبل از سلکت. پس باز با الیاس نمیتونم اینجا الیاس بنویسم. اینو میکنم هاوینگ. بازم نشد. چرا نشد؟ به نظرتون؟ چون این هاوینگ رو بعد اینجا بنویسید. بعد از گروه پای بنویسید. نینید اونه که زیر 300 تا ساورد. هاوینگ رو بعد از گروه پای مینویسید. همونطور که و رو قبل گروه پای مینویسید، هاوینگ رو هم باید بعد از گروه پای بنویسید. اینو دقت داشته باشید. خب حالا بریم سراغ یه کار دیگه. ور رتبه دوم رو داره دیگه. حالا میخوام یه چیز نشونتون بدم. اول سلکت بنویسم. یه عکس از این داشته باشیم یا نه؟ نمیخواد، ولش کن. خب اول میخوام یه شرط بنویسم. پرسون تایپ چی داریم؟ ایم داریم فقط. ایم. خب یه شرط اینجا اضافه میکنم. قبل از همینو مینویسم. یه شرط قبل از گروپ های اضافه میکنم. ور قبل از گروپ های اجرا میشه. میگم ور پرسون تایپ مساویه ای ام باشه. این دوتا چه فرقی با هم خواهند داشت بچه ها؟ بالایی رو کل دیتا اعمال میشه. یعنی بالایی رو من اجرا بکنم رو کل این دیتا اعمال میشه. اما پایینی اول دیتا رو با این فیلتر میکنه، بعد میاد اینو اجمال میکنه، بعد میاد اینو اعمال میکنه. بریم خروجی هاشون رو با همدیگه مقایسه کنیم. این خروجی بالایی است. خب که ور نداره. پایینی ها نگاه کنید ور داره. تعداد میبینید کمتر شد. چرا تعداد کمتر شده؟ چون من قبل از این که بخوام اون کارهای بعدی رو انجام بدم یه شرط ور گذاشتم و یه مقدار از دیتای من رو حذف کرد. اول ور اجرا شد، اونایی که پرسون تایپشون ای ام بود و کشید بیرون، بعد رفت گروه و کانت و اینا رو اجرا کرد. برای همین تعداد این کمتر از اینه. خب بریم چند تا مثال دیگه حل بکنیم. با مثال قشنگ میتونیم تمرین بکنیم. خب دوباره میام توی همون سل اوردر هدر. میخوام ببینم که تو هر ماه چند تا سفارش داشتم. تو هر ماه چند تا سفارش داشتم. یعنی مثلا تو برج 5 سال 2011 12 13 14 15 جمعا چقدر سفارش داشتم. اولین کاری که باید بکنم که ماهو استخراج کنم. چجوری ماهو میکشیدیم بیرون؟ دو تا روش داشتیم. یکی به استفاده از دیت پارت بود. دیت پارت بعد اینجا مینوشتم مانف، بعد اون ستونه رو بهش میدادم order date. خب این ماه کشیدم بیرون، اسمش هم میذارم month
نامبر. حالا بهتون میگم چرا ماف نامبر. بعد میخوام بشمارم count as a number orders. مرحله بعدی باید چیکار کنم؟ چون کانت نوشتم باید گروپ هایم داشته باشم. گروپ بای همین الیاسش رو نمیتونم استفاده کنم چون سلکت بعد از گروپ های اجرا میشه. بریم ببینیم. یه اوردر بایم بذاریم. این دفعه میتونم الیاس استفاده کنم. پس الیاس رو اینو میذارم. بیشترین تعداد سفارش مال برج پنجه. میتونم اینو بکنم. descending. بیشترین تعداد سفارش مال برج پنجه. میتونم بر اساس ما هم چیز بکنم. مرتب کنم اینجوری. حالا اگر اسم ماهو خواستیم باید چیکار کنیم؟ اگر اسم ماهو خواستیم باید بنویسیم date name به این صورت. پس اگر اسم ماهو خواستیم date name می نویسیم به جای date part. حالا اگر من بخوام ماهای سالهای مختلف رو جدا به من نشون بده اون وقت چیکار باید بکنم؟ پس باید بر اساس سال هم گروه بندی کنم. می نویسم سال. میگم هم بر اساس ماه گروه بندی کن هم بر اساس سال. و اینجا سال رو هم میخوام بهم نشون بده. میام اینجا. اینجا این هم میذارم. اینو ببندیم که ببینید کامل. به این صورت. بذارین یه ذره اسم دیگه براش بذارم. حتی میتونید همین اسم بذارید اگه میخواد بعد اینجوری بنویسید بچه. کلمات کلیدی رو بعد اینجوری بنویسید. اینو اجرا کنیم ببینیم چجوری میشه. سپتامبر 2012 352 تا. سپتامبر 2013 اینقدر، سپتامبر 2011 اینقدر. حالا یه سال اگه من اینو بیارم بذارم اول این چی میشه؟ اول سال بعد ماه. فرق نکرد. در هر حالت یکیه. پس اینجوری شما میتونید ماه و سال یعنی بر اساس دو تا فاکتور گروه بندی کنید. حالا ببینیم این مثال دیگه. اول سلکت رو هم بنویسم. خب. میخوام اون این که در اومد یه سری اطلاعات دیگه هم بهش اضافه کنم. مثلا میخوام توتال دیو. میخوام مینیموم توتال دیو اون ماه هم بهم نشون بده. پس توی جلوی هر ماه مینیموم توتال دیو و ماکسیموم دوتاشو نشون بده بهم. بریم ببینیم چجوری این کار بکنیم. هم مینیموم هم ماکسیموم. خب برای اینکه این کارو بکنم باید چیکار کنم؟ باید بیام اینجا دو تا ستون دیگه اضافه کنم. میسم خط پای مینویسم. یک گفتم چی اضافه بهم نشون بده؟ ماکسیموم. ماکسیموم چی؟ توتال دیو. یک ماکسیموم توتال دیو رو بهم نشون بده. دو مینیموم همون توتال دیو رو بهم نشون بده. اینو من بردارم. تو هر سال هم مینیموم رو داره نشون میده. بزنیم الیاس براش بذارم. می‌بینید میگه تو سپتامبر 2012 اینقدر تعداد سفارش داشتم ماکسیموم مبلغ اینقدر بوده کمترینش هم اینقدر بود.
اینا یه چند تمرین که مطلبایی که تو این دو جلسه گفتیم قشنگ براتون جا بیفته. خب بریم بیایم جلسه بعدی درس خیلی مهمی داریم و میخوایم راجع به جوین صحبت کنیم، اینکه چجوری بتونیم چند تا جدول و دیتاشون رو با همدیگه جوین بکنیم. فعلا خدافظ تا جلسه بعدی.